من نهیه معمولی هستم. 76 کیلو پر جای آقای سوان پزه باشه. کی به شما اجازه داده بیا چون تو بچه ها ترمیگنش؟ تو قهرمانی؟ تیم ملی هستی؟ قهرمان جهانی؟ بله دعوت چی؟ خب با هر چی باید بیایی تو هم مربی اجازه بگید لباس بگید تو همجین اومدی دالا دالا بندق بزنی. بفرمید بفرمید لباس بفرمید بفرمید آقا سلام همگی. الله الله خدا خدایا شکر شکر کوچه نوبهار پلک ترتیبمان درک برام دیگه همین دیگه اصلا خونه باقی غیر از این دیگه نیست که همه رو خراب کردن آپارتمان ساختن آرسو من نمی کنم آقا یه فشاری هولی چیزی بابا این خوراک یه لگده به نظرم میاد آقا صبر کن دیگه این زنگ زده چه جوری میخوای فشار بدی با این کمرت دیگه جمعگیر شد یه دونه پیرن به دادن ها این دله بابا مواظب باش تو رو خدا ویلکام مهمانان عزیز ویلکام بفرمایید اینجا انگاه متروکه هست هم متروکه هست هم دلبازه علی آبازه شیشه تو ساعت داره درخ خود فکر میکردی علی آبازه همون پنجلی هر جا درخ زیاد میبینه فکر میکنه علی آبازه شما حق نزد چه آدم بزرگ یا امو خانوم آره خیلی درخ داره نگاه پایین خیلی جایی لکشریه به نظر من نقیل گیجه داره میاد بابا میاد قربونه نه اشتال خم داره بله بوریم دله یالا برو بابا جو لیلا بوریم دله دخترم بایست بابا بره بفرمیم بحبه بفرمیم کفشاتونو دره اینجا بد نیست جایی بسیار عالی مهمانهای عزیز ویلکام باه با ویلکام ما اینجا الان یک کفشار بیاریم اینجا آشپزخانه داریم باه با یک آشپزخانه بسیار خوب دو عدد اتاق خواب بسیار لکچری و بفرمایید مهمانهای عزیز ویلکام خوشحالم مرتبه میگم مرتبه بله من فکر میکنم اینجا از هر هتل لکچری تره خدا بیامرزه ندونده صابونه اینجا خیلی وقت مرده این مادرشه دو سه ماه مرده خیلی زن خوبی بود خدا بهش رحمت کنه خدا رحمتش کنه خدا نقیه فهم جانه قربونت برم یه جواب بده اصلا به خدا منه میخواد دعوا کنه تو رو خدا من چجوری حرف بزنم آقا بهبود نقی زنی زنی نه نه اصلا خواهش میکنم ای بابا هیش من به خدا نمی کنم عرستو بیا بودم ای بابا نقی آم فنجا نه ها نقی بمه بیدی بابا بیدی آم فنجا الو نقی سلام علیکم خوب هستی خوبی کجایی الان خانه کشتیه نه هما الان دستش بنده نیست لیلا الان رسیدیم دیگه آره آره تو کی میای من باید ببینم سرمربی چی میگه دیگه اگه اردو شبانه روزی باشه که من حالا حالا گیرم دیگه آره 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 حالا ببینم چی میشه دیگه شما هم از شما راحت باشه خیالم نه جایی بسیار لکچری بسیار لکچری خیلی خوبه ببین سرمربی داره میبینه من باید قطع کنم خداحافظ 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 چیکار میکنه چیکار میکنه اینا یه تلفن میگه آقا زنبرچه من نگران بودم زنبرچه من نگران بودم من یه زنگ زدم بچه هم نگرانه هر چی که هستش اینجا اردوی تیم ملیه موبایل ما نداریم برادر من چی گفت خوشحال بود دیگه رفته خانه کشتی خوشحال آره لو شو نه آره خوشحال آره شکر پنجا یه چایی بسات چایی رو باشه ببود برسیم من الان درست چایی بخوریم این اصلا بکشش بودم چه خبره چایی بکشش بودم ببخش ببخش مولی جان دیر اومدی بدنت که آماده نیست حواست هم اینجا نیست آقا شما حریف تمرینی منه به من بده من کلکسیونی یا فنون مازنی رو روی پیاده میکنم حریف تمرینی کدوم بارو بس کنم چند کیلو اول من 76 هفت هفته نیم برو بس کن همیشه وزنم درسته من باری کلا این کپ کن این کپ کن 82 کیلویی نه این الان گرمکم هرکم تن من هست بعد من الان میرم یه دست بشونم باید 4 کیلو 5 کیلو کم میکنم آقا جان گرمکم 300 گرم 400 گرم آخرش 1 کیلو 6 کیلو اضافه بذارید تو پیش استام اینه 6 کیلو خیلی زیاده این چیز نیست ترازو خراب نیست
این باسکول دقتش در حد گرمه. شما این مدت زیاد بخور بخواب کردی آقای مأمور. میخوای یه کاری کن من چیز کنم برم 85 کیلو بگیرم. اصلا حرفش هم نزن. الان می آقا حرفش هم نزن 85 کیلو کاوه فرخی آماده. آقا جان تو چاره ای نداری. یا باید تو این چند روز 6 کیلو وزنتو کم کنی که تو این سن خیلی سخته. یا اینکه نمیدونم مجبور شین نفر آقا جان من این سیبیل میتراشم اگه ندرسم وزنمو کم کنم. قربونت برم سیبیل 10 گرم 15 گرم. نه بابا من دارم سیبیلمو گرو میذارم میگم من حتما کم میکنم. یه چیزی ببینم آقا. معمولا سیبیل ببینم آقا. بله آقا من نظم مورو به هم زده. 2 3 کیلو همش زیاد دارم. چند کیلو زیاد دارم؟ 2 3 کیلو. 6 کیلو آقا. چرا دروغ میگی آقا جان؟ همین 2 3 6 یه قهرمان دروغ نمیگه. یه پهلوان دروغ نمیگه. 2 کیلو کجا 6 کیلو کجا ببخش. مربی گذاشتم بغلت میگی 2 کیلو 6 کیلوش رو اضافه است ما 3 روز دیگه وقت داریم ما تو جان آقا میگه کم میکنه او چجوری میخواد کم بکنه کم میکنم من قول میدم قول شرف انگیزه دارم شما امید کشور هستید باید در مسابقات جهانی کشتی بگیرید بله باید ریاضت بکشید بله البته وزن زیادی نیست ولی وقتمون کمه بله حالا که قول دادی قبول میکنم بله بر آقا دور زمین میدونیش کاور تنش میکنی 100% یه یک کیلو نیم دو کیلو چنگ شد با من تماس بگیر من براش بگم چه بره تو سونا چیکار کنه قضاش هم مواجه شما کمکش نه من حرف با کی دارم همه چی دارم بله بله شماره 99 دادن به من آقا 99 نو نه آقا نوک مال نوکه نوک حمله 99 دادن به من بله خیلی مراسم خوبی بود و نه دیگه سکه مکه که به ما ندادن آنه دیگه نقی هم در کنار من دعوت شد به تیم ملی کشتی بله نه واقعا افتخاریه برای استان بله نه بابا ما که من نقی که بابا قربان از مرتضی جان خیلی سلام همه رو برسین علی آباد آقا خدا حافظ خدا سلام بر جانگی سلام عرصی چطوری آقا آقا هم اینجوری از علی آباد ای دارن زنگ میزنن تبریک میگن علیکی میگه نقی به زنگ زدنه آقا خدا رو شکر همینجوری خبر خوش داره شب عیدی به این خانواده میرسه الهی شکر خدا رو شکر چک شرکت هم نقدش ها کلکسیون تکمیله ایشالله ایشالله بوده من داره نشون فایر فایر بیا آقا من دارم تلویزیون نشون میده سوال بابا بر ایروس میگروس کنترل کجا گذاشتی 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 بابا پیدا کن اونجا اما پندلی ندیدی کنترول رو بیا کنار ببینیم آقا بیا کنار عرصو ای بابا خب مسابقات کشتی پیشکسوتان آزادکار ما از روز پنجم فروردین تا هشتم فروردین ماه 93 که در واقع باشه 25 تا 28 مارس 2014 در تهران برگزار میشه ایران علی آباد نداشت چیکار میکرد همه اخبار مال علی آباد علی آباد نبود اینا اخباری نداشتن نقی معمولی ندون به بهبود فریبا ندون به نقی معمولی ایکس ایگره گروه شما 46 تا 50 سوسامینی و سیب زمینی دور هم کردی نوشته ها رو در دیوار بود مادر آقای توکل مثل بابا پنجلی یک فراموشی داره همه چی براش نوشته فراموش نکنه آخه پیرزن تنها بوده خدا بیامرز اینا رو میخونده دیگه خب آقا صد باشتوری ما پیش بابا هستی نوشت نگهداری میکن تکیل پیرزن چی کشیده؟ سلام بر لیدی های محترم زحمتکش آشپزخانه چه ایرانی چه چینی؟ دست در نکن بفرمایید همه آنچه که شما خواسته بودید پنیر خانم ببخشید اون پنجره حواستون باشه یه دفعه چیزی برمی‌داره بزن سر جاش دیگه الان کنترل معلوم نیست کجا هست
ماما خانم ببخشید این بچه‌ها دارن تو بازی میکنن، بگین حواسشون به در دیوار باشه، یه چیزی میشکنه فردا من با توکلشون جوابگو بشم. ایرادی نداره ارسطو، بذار راحت باشم. او یس بیبی چایی ثانک یو. آقا من دیوزم گفتم به شما این هم پنجالی برای که فراموشیش خوب بشه این یه تب سوزنی کنیم، معجزه میکنه این رایل امپراتور تب سوزنیه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه سوزن رایل خانم اینو بزنه حافظه بابا برمیگرده؟ یه سوزن که نه، سوزنها من خودم دیدم که دارم میگم، همین آقای توکلشون هست، میگرن داره. این یه دفعه من اونجا بودم داشتم با چیز خودم میدیدم میگرن گرفته بود زمین زمانو داشت گاز میگرفت، اینو چهار تا سوزن اومد سر صورت این زد. آقا این بعد 20 دقیقه بلند شدم جور بشکن زد رفت سر کار. آقا هم پنجره بیاریم بخوابونیم چه بسوزنی کنیم دیگه. تو که میتونی نقی چقدر حساسه رو باباش، یا آمپول میخوام بزنه صد تا صلوات میفرسته. آره کن نقی نقی از خدا بفهمه بشنیم. ما که قایم نمی کنیم ازش، بعدم میاد خواهره بیاد اینجا. آره بیاد؟ آره مدارکش و ایسی از وسایلش پیشش نیست، اسمس داد که میاد اینجا. تو گوشخ کرده گرفتی؟ آره همونطوره. چی میخوای درست کنی آبجی؟ ماکارونی دیگه غذای مورد علاقه نداریم. آقا خانم فکر میکنی اگه ماکارونی چرب و چیلی درست کنی از بروز حادثه میتونی جلوگیری کنی؟ نمیدونم. ولی شما ها نمیخواید چی بگین ها؟ همه چی بندازین گردن من. دروغم که نیست، من گفتم مخفی کنین دیگه. فقط فکر کنم تو جلو چشش نباش. سر قضیه حرف تمرین احتمالا عصبانیه. راست میگه ارسطو، شب عید دست زنت بگیر از اینجا برو آخر شب بیای. این تو رو ببینه محشر کبرا میشه. حالا من میدونم خانم خانم اون ما رو آورده اینجا، من اینو بردم برم بیرون نسان درست نیست. الو آقا رحمت سلام، شما خوبه خواستی؟ قربان یو، خیلی ممنون خیلی ممنون، تنک یو. کی تو رو خبردار؟ او یس مسیج مسیج. آها نه نقی به همه مردم علی آباد مسیج داده که من رفتم تیم ملی. آره خب نه الان که اینجا نیست با... نه گوشیش که نو ریسپانسه. باشه باشه میگم بهش. خیلی لطف کردی، خدافز خدافز. آخ 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 نقی این دفعه اگه به بازه واویلاست، به قول ایتالیایی ها فنیتو. خدا نکنه. خب بچه خیلی خوب تمرین کردید، من راضی بودم. برنامه تمرینتون رو با آقای داداشی گفتم، آقای داداشی برنامه رو بگوید که شنبه خودشون رو به سر اردو برسونم. دوستان پیشا پیش عیدتون مبارک، مراقب خودتون باشید. اردوی شبانه روزی ما از روز شنبه شروع میشه، خواهشن شنبه ساعت 8 صبح اینجا حضور داشته باشید. کسی خواهشان دیر نکنه. خدا بفرمایید. عیدتون مبارک. سال خوبی داشته باشید. خدا حافظ. مواظب خودتون باشید. آقا خدا نگهدار. بچه‌ها مواظب خودتون باشید. خدا حافظ. عید شما مبارک. عیدتون مبارک باشه. آقا روز اولی خیلی به خودت فشار آوردی. من نوکرتم، این فشار نیست که من از همینجا میخوام تا خونم بدوام حساب وضع منه کنترل کنم بیارم پایین. من یعنی شنبه صبح با 76 کیلو عضله خالص در خدمت شما. شنبه صبح؟ بله. نداریم از چیزی اصلا نداریم. یعنی چی؟ شما فردا و جمعه در خدمتتون هستیم، ما اینجا من نداداشی هستیم، شما از تیم عقبتری، هیچ مشکلی هم نیست. ناراحت ما نباش. مهم شما نه نه نه. شب عیده اصلا مشکلی نه. ما یه مسابقه مهم داریم، مسابقه جهانی داریم، باید حتما باش. آبم اینجوری نه، شما وزن دارید کم میکنید. 6 کیلو بعد آبم نباید بخورم. نه 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 من گفتم آب نخوری. آقای داداشی برنامه غذایی دادم بهتون. بله بله گفتم طبق برنامه غذایی که آقای داداشی خدمتشون دادن به شما میدن، آبم میخورید، غذا هم میخورید، استراحت هم خوب میکنید، تمرین هم خوب میکنید، ولی آب خوردن به اندازه، نه که همینجوری الان بعد از تمرین سنگین نباید آب بخورید. آقا این گرم کن مال کی بود؟ من میبرم خونه میشورم میارم. مال بنده خدا سامپز دیگه. آخ راستی خبر داری ازش؟ بله آقا. آقا بدجور مصدوم شدی این بیچاره؟ آره پاش پیچید یه راست بردنش. البته ابی ندارید، در کشتی در ورزش این مسائل ما داریم. حالا این شانس تو شده، حالا حتما تو تلفن بزن یه رخصت ازش بخواه، جایی اون داری کشتی میگیری، ولی ابی نداره وقتی تو قهرمان بشی اول بشی اونم خوشحال میشه. بله مثل همه ما ان شاء الله. آره شانس تو. این شماره تلفنشه با من میدی؟ بله بریم من بهت بدم. آقا پس فعلا خدا حافظ. از شما درد نکنه. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. فردا میبینمت.
الو، آقای سوانپس؟ سلام، نوکرتم من. من معمولیم، نقی معمولی. معمولی، معمولی. دوم شدم، من فتیله پیش کردی. خوب هستی داداش؟ آقا خیلی ناراحت شدم، شنیدم که پات پیچ خورده. داداشون یه وقت فکر نکنی من آکشیدم، خدای نکرده. یعنی زبون من لال شده من یه همچه کاری کرده باشم. واقعا حق شماست که اینجا باشی. آقا من الان تو اردو هم، بعد پرسیدم گفتن که لباس گرمکنه شما رو من پوشیدم. خیلی منو ببخش، من زنگ زدم که از شما رخصت بگیرم، امیدوارم که من بتونم جای خالی شما رو پر کنم. من زنگ زدم الان از شما رخصت بگیرم. رخصت خدایی داری، نوکرتم من. یا علی، یا علی. خانم خدا رحمتش کنه، همه جای نه گل میمونه اینقدر تمیزه. حاج خانم بوده، اسمش آسیه. آه نه، ببین ما به کسی که رفته مکه میگیم حاجی، حالا حاج آقا یا حاج خانم. به کسی که رفته کربلا مثلا میگیم کربلایی. کربلایی هم میگیم. آره، یا به کسی که رفته مشهد میگیم مشهدی. مشتی میگیم. پس اسم منم میشه مشتی راهله باشه؟ آخه آره، مشهد بری تو هم میشی مشتی. ایشالله میری. آقای توکل گفت اگر موقع سال تحصیل پیش امام رضا بمونیم خیلی خوبه. بریم؟ آره. بریم؟ کجا بریم؟ هزار کیلومتر راهه. الان اصلا بلیط گیر نمیاد، شب عیده، همه از قبل بلیط ها رو گرفتن. نه بلیط قطار هست، نه هواپیما. خاله داری بازی میکنی؟ نه من دارم تو اینترنت سرچ میکنم پروازهای مشهد. گیرت نمیاد عزیزم، الان خیلی بد موقع است. آقا بود باید تو دو باید نه تو دو بگم سوزنه بیاره. آقا نه چی؟ نه ای بابا بیخیال شدی که هرستو برادر من. من الان فکریم که فردا آزمایش چجوری رفت. نه الان قطع وصل نیستی به اینترنت. من میخوام بزنم یه دفعه میمیرم زنده میشم. هرستو جانی حرفتو میزنی مرد حسابی، اون وقت میخوای تو زنته بگی بیا صد تا سوزنه به من فرو کنه آبکش کنه منه، اون وقت به من میگی واتو آقا تو کارش وارده یه جوری میزنه اصلا ملتفت نشی. آقا قضیه ملتفت نیست، تو تالا خودت این کاری کردی اصلا. من این کار نکردم، باید دیدم روی آقای توکلشون پیاده کرده جواب دادم. الان شاید سوزنه رو تو رو صد تو از یه جای تو مثلا ساجمه تو زد بیرون، از دهنت اومد بیرون. آرستو تو مگه خودت به من نگفتی من صد تا درد مرض دارم؟ مگه نمیگفتی من سرم درد میکنه؟ خب بگوی الان زنه بیا تپ سوزنی رو خودت پیاده کنه. آقا حلکی میگی؟ نه حلکی نمیگم، الان دیگه درد مرض ندارم، الان خوب شده. حرف بینی؟ آره همون پنجلی این میترسه بابا، این میخواد کله کچل من تو چی؟ زنش اوستاکار میکنه، میخواد ترکادش ما بشیم در حقیقت. بود حرف بینی؟ آقا نمیترسم رایل جان. ببین میشه این سوزنتو بیار، همه این سوزنتو بیار، من تپه سوزن میکنم. اوکی الان میارم سوزن. آمو پنجلی بابا اینه برای چی وارداشتی؟ آقا بذار زمین فهیم بگیری نه از دست این نقی جنه. بابا نقی اون پلنگ میشه کسی نداری نمیشه کسی بلی بابا آمو پنجلی طلا مال نقیه، این مال بهبوده. بیا میوه بخور بابا. ایشالله بیا. چیکارش داره میکنه؟ سوراخ سوراخش میکنه. یه جور درمانه مامانی. آخ 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 آخ. حالا تموم شد. چیز دیگه‌ایه؟ آرزو وجدانم درد داری نه؟ بله نه اصلا درد نداره. درد بالکل رفت. تا 50 سال دیگه هم درد نداره. مامو جان این مراسم کی تموم میشه؟ دل من داره قش میاد، اونورم نمیتونم بیام. آخه چقدر بعد رو صورتش بمونه؟ 30 تا 40 دقیقه. میگم فهیم جان میخوای این ماکرونی رو بیار بابا، تدیک شد شاید نیاد نقی. ها آره شما بخورین غذا رو، من وای میسم نقی بیا. بس داداش من بیا. خب من میگم که شما بخوری من وای میستم. آقا ما هم آدمیم، یه 20 دقیقه 30 دقیقه صبر کنیم، من این سوزنه رو بردارم. خاکی بر سرم اومد. آخ آخ نقیه چور کنیم آقا. آخ 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 آخ
برو در بخون بابا نقه جان اما در واکن چشم در باز میکنم فقط یه چیزی بگم بعد در باز کنم در واکن اما باشه یه لحظه گوش کن نقه ببین ما همه کار اشتباهی کردیم از تو قایم کردیم این قضیه کشتی رو تقصیر هیچ کس هم نیست نه تقصیر ارسطوه نه تقصیر بهبوده نه فهمه همش تقصیر منه هرچی بخوای بگی حق داری خب فقط یه خواهش ازت دارم الان شب عیده بعد یه زن غریبم اینجا هست من در رو باز کردم هرچی خواستی بگو ولی رفتیم تو جلو بقیه با من دعوا نکن خب ما یه رسم می‌دونم من اینو برای تو توضیح بدم آمادگیش رو داشته باشی مراسم نوروزه نه مال قبل از نوروزه یه همچین شب یه شب قبل از نوروز بزرگ فامیل هد فامیل آقای نقی معمولی میاد داخل میشه بعد اون کسی که از همه بیشتر دوست داره بستگی به حالتش داره اون کسی که از همه بیشتر دوست داره امکان داره یه چک بخونه توی صورتش میزنه؟ چرا؟ میزنه برای اینکه شگون داره شگون یعنی خوبه آبجی میدونیم البته ایشون که الان تو این وضعیت نمیتونه چکی بزنه بهش یعنی ندون به دو حالت داره رحل جان یا اینکه نمیزنه یا اینکه خیلی خوب میزنه آره ممکنه مثلا بقیه رو چکی لغدی کنه آره بله. یعنی آقای نقی تو را بیشتر از همه دوست داشته باشه بله نقی من از همه بیشتر دوست داره تقدیم به همسرم با عشق منه بفهم ماما جا نوکرتم این چه ریختیه باید باز نمه کم کنم ماما بریم بریم جوی بابا ظرفای مردم قاطی عصبی میزنه میشکنه آقا چی شکست این قوم پیران تیم ملی را منو دست شهر داره خب رهر جان بلکن بابا بلکن نقی اومد نقیه؟ آره متاسفانه نقیه من خوابیدم این کارها برای چیه؟ این مراسم استقبال از قهرمان دیگه برای شگونشه شگون یعنی چی بود؟ شگون توضیح افتر سلام بابا جون سلام به همگی خیلی ببخشید که من شما رو بی هوا ول کردم رفتم و خیلی ببخشید که این همه شما رو منتظر گذاشتم نقی گل و شیرینی آورده بیای تشریف بیارید این گل تقدیم می شود به سنبول خانم یعنی سارا خانم این گل تقدیم می شود به نیکا خانم عزیزم این گل تقدیم می شود به خواهر عزیزم و شوهرش که دو ماه آزگار ما به بالشون بودیم این گل تقدیم می شود به عروس خاله عزیز که با قدمش برای ما خیلی خوب بود زندگی ما را از این رو به اون رو کرد نقی، لیلا را حقی بابا این دوتا دست گل تقدیم به مادرم و پدر پنجدی عزیز بفرمایید باش، این چی پوشیدی؟ این وزن من زیاده، این پوشیدم نایلونیه من عرق میکنم وزن من را کم میکنه داماد چطوره؟ نوکر داماد خوابیده داداش عرسو کجاست؟ عرسو دوش پرسو عرسو سلام نقی سلام بهرم این چیه؟ سلام. سوزن چی میگه؟ این سوزن طب سوزنی کار دست راحل از چین این الان من تمام تن بدن من درد میکنه الان خوب شدم این چی مایه کوبلان این برای زه یعنی چی؟ واقعیه علم پزشکیه علیکی من راهنمایی میکنی به همون؟ من نوکرتم هستم نقی جان فقط دست به سوزنای من نزن اینم واقعیه؟ واقعیه دست نزن شما باز خودتو معلبه دست این خانم کردی؟ نقی نقی نگو دیگه این الان من حالم خوب شد الان سبک شدم شما سبک سبک بودی بفهم این حمام خیر گذشت و این منه نگاه کن آقا این آرامش قبل از طوفانه این میخواد همه رو سر ارسطو خالی کنه حالا ببین آروم بود خیلی آروم کسی نمیخواد با من چیزی بگه؟ داداش ما گفتیم شما یه همون بری آروم بشی بعد برای تو همه چی توضیح بدیم نه من انتخاب شدن تیم ملی رو میگم کسی نمیخواد تبریک بگه؟ میگه؟ اوه یه ما گل شدیم فراموش کردیم ما به تو افتخار میکنیم مبارک افتخار نقی مبارک نقی
مقهرمون دارم واقعا میگه خیلی گذشت را چیه؟ اوی چه که من جور شده انا آقا قمر همینجا نشسته سر سفره داره هی قضا میخوره بفرما آقا ببینه آها اینا آقا جلو میری کسیش میکن اینجوری تو خواستی وزن بکنی قهرمان بشی؟ اینجوری بخواست خوشتو بگیری؟ تو غیرت داری؟ با این وضعیت بخواست قهرمان بشی؟ قهرمانی ریاضت داره غیرت میخواد شش که تو زیاد بودی؟ مگه نگفتت چه شدش بر ندار؟ برو نفر سه مون بردار بیا من نمیخوام دیگه با این کار کنم خجالت بکش دیگه من میرویدم اردو مکرونی توری شده؟ توری نه نه اونجا بفرمایید آقا بسم الله بزن نقی جان بزن بکش شما بفرمایید بکش اول تو بکش آقا بکش نقی سرد میشه من نمیخورم بفرمایید شما شما مکرونی نقی غذای مورد علاقت من نمیخورم آقا جان شما بفرمایید داداش ما فکر کردیم ماجرا تموم شد دیگه تموم شده تازه شروع شده ماجرا دیدی گفتم آرامش قبل طوفان این پیران تیم ملی رو نقا جان میشه خواهش کنم الان غذا بخوری بعدا منو تو با هم حرف میزنیم آقا جان اصلا ربطی به اون بحثا نداره من هیچ دلخوری از شما ندارم شما هر کاری کردین برای خود بنده انجام دادین من میخوام بگم که اصلا از هیچ کدوم از شما من هیچ گونه دلخوری ندارم چرا سخنرانی میکنی غذا سرد شد شما بخوری من تا روز واسکشی نباید لب به چیزی بزنم یعنی چی نباید غذا بخورم مگه میشه یعنی اینکه من یه کوچولو اضافه وزن دارم تو این دو سه روز بعد اینو کمش کنم آقا یه کوچولو اضافه وزن که کرایه نمیکنه بکش برو. آقا یه کوچولو که شما یه سونا بری درست میشه بکش 6 کیلو بله 6 کیلو وات آبم نباید بخورم من خدا منو مرگ بده میشه مگه حالا حالا شده دیگه شما میخوری من کیف میکنم لذت میبرم بخور بخور شام خوردیم ها آره بچه ها گرسنه‌شون بود ما نشستیم دیگه خوردیم پس یعنی این کیسه کشیدی من بخورم تنها آره گفتیم از سر تمرین میای گشنت خسته ای شاید دلت بخواد بخوری این همه آره دیگه داداش ما رو ببخش ما برای اینکه به تو بر نخوره میخواستیم بشینی فقط با تو یه نوکی بزن آره دیگه میخوایم با ماکرونی بازی بازی کنیم من کارتونم اصلا تقصیر خود من بود که اینقدر دیر کردم شما باید شامتونه میخوردیم ببخش نه بابا بس اینو بردارم از جلوت که حالا وقت دلت نخواد چه قضایی هم درستی عیب نداره حالا بعدا میخوریم چی شد؟ هیچی هیچی این شگون دوباره شگون داره؟ شگون اسپیک افتر اسپیک فهم جان من برات میکشم ببر بخور باشه من چجوری غذا بخورم اما از گلوی من پایین نمیره بمیرم واسه داداش من سه اضافه واس کجا بود همینو بگو بیا برام بهبود میکشم بکشش یه گوشه بده بخوره بهبود که اصلا نباید غذا بخوره چرا الان بیمارستان مونده بود نهایت یه کاسه سوپ به این میدادن دیگه فردا شاید بخواد آزمایش بده آشته باشه بهتره نه بابا گناه داره این نصف سرم فقط به این زدن از صبح حالا آخر شب یه لیوان شیر به این میدیم نگران نباشه هرچی وزنش بیاد پایین فسر عملش بهتره راحت داره راحل جان ببخشید آقا من اصلا دلم نایمد جلو نقی بشینیم غذا بخوریم میفهمم خوب کار کردی ببین من برای تو عرستون میکشم برین تو حیات یواشکی بخورین باشه؟ باشه گوشنم هم هست خیلی ببخشید آخ مسافرتتونم خراب کردیم ما نه من فقط فکر میکنم کاش که منم مثل شما نقی را دوست داری منم عرستو دوست داشته باشم داری دیگه داری بله بله وقتی سازید این کارگردان فیلم کی هستش؟
چون برای من از کارگردان فیلم هستش. بیا سارا. بله بله بله، نمیشناسم. نخیر، ایشون کارش خوب هست دیگه. ها بله. سیکل ببخشید، من یک سوالی از شما بکنم. سیکل. این فیلم برای کجا شما دارین میسازین آقا؟ بگیم ببرین شبکه مستند. شبکه مستند. آقا اینقدر داری شیری میخوری قندت میزنه بالا، فردا آزمایش داری، شام نخوردی تو؟ آقا ببخشید، من یک سوالی برای من پیش اومد دور. آقا اون صحنه نجات پلنگ توسط من توی جنگل، اونی که قراره انجام، چون من واقعا با این بدن دیگه نمیتونم اون پرش جلو گلوله انجام بدم. میدونین که چی میگم من؟ آها، بدل قراره بگذارین. خیلی هم خوب. آقا من فکر میکنم که این بدن من آقای پرویز پرستویشون یا آقای جمشید آشمپور آریاشون، ایشون فقط این دوتا بازیگر میتونن این صحنه رو خوب در بیارن. پوریا پورسرخشون. پوریا پورسرخشون هم هست آقا. بله، هم هیکل من هم هستش ایشون. خوب هست. بله، خیلی هم خوب. یه جوری داره صحبت میکنه انگار میخوان مستند مرحوم ماندلا رو درست کنن. آقا که باکس میشه این آقا؟ نه خیلی عزیز، من که فقط یک بلیط همراه دارم، اونم همسر بنده میخواد بیا دیگه، من شما رو که نمیتونم. نه دیگه نمیشه آقا. کجاست؟ میگه سینما میخواد بره برزیل. میگه نه برزیل، من همسر رو میبرم. بله بله. هما جان ببخشید، من میخورم آبجی برای اینه که دیگه بچم. بخور عزیزم نوشه جون. راه رجا نشور دیگه، همین مونده شما ظرف بشوری. من دوست دارم به هم آرامی مش میده. ما تو تهران میمونیم؟ بله فکر کنم، چون یقی چهارم پنجم عید کشتی داره دیگه. بهبودم که میدونیم دیگه، باید بریم دکتر ببینیم اصلا عمل داره نداره، جواب آزمایش این چی میشه. اگه عمل داشت که دیگه علی آباد رفتن برگشتن نداره. ولی شما اگه میخوای مسافرت بری با ما رو درواسی نکن، با فوقش بریم مثلا هتل مسافرخونه مثلا اینا. نه نه نه، من هرچی تو اینترنت سرچ کردم هیچ بلیط نبود، نه هواپیما نه قطار. آره. منم توی تهران میمونیم. پس باید دستی با هم دیگه به سرگوش اینجا بکشیم. بعد یه هفت‌سین خوب پهن کنیم. خواهد سال قبلی که بدون هفت‌سین. هفت‌سین که میتونی چیه؟ بله بله. آره دیگه، یه هفت‌سین خوب باید بچینیم. شما اصلا چرا فایمر سفره بالا خودت میکنی؟ چه حرفیه میزنی؟ من کی سفره بالا کردم آقا؟ حرفی میزنی فایمه؟ شما از کجا میدونی شرایط شما بعد از عمل چه خواهد بود که از حالا داری با مردم قول و قرار میذاری؟ چی شده؟ بابا یه نفر زنگ زده به من میگه من میخوام از تو فیلم مستند بسازم. آقا بهش فشار اومده. خب به من فشار میاد. بله دیگه. چی بسازم؟ فیلم مستند واقعیتکی، یعنی بر اساس واقعیت، مثل رز بقاشون. آقای تارزان میخوای ایشون هم بیاد رئیس قبیله آدمخوارا رو برای شما بازی بکنه؟ خوبه؟ من نگاه کن فهیم، قراره تو این فیلم مثلا با من و اطرافیان من هم چی مصاحبه بکنن، صحبت بکنن. ایشون اسم همه رو داده الا اسم من. توی یه قسمتی هم قراره که این بحث جنگل و من پلنگ چی بازسازی بکنن، یعنی با پلنگ واقعی و بهبود چی بدل، که نقش بهبود بدل رو قرار از اون ور آقای لیونارد دیکاپریو ننه رو بیارم که شبیه بهبودم. فهیم من نگاه کن، تو جام جهانی هم قراره با ما بیان صحبت بکنن، مصاحبه بکنن، با ما اونجا باشن. آهان فهیم، من با همینش مشکل دارم، مسئله من همینه. آقا بهبود، برزیل رفتن به هر حال یه شرایطی داره، شما باید بریم اونجا داد و بیداد کنی، ایران ایران بگی، داور دقت کن بگی، وزلا فوت کنی. وزلا چی آقا؟ آقا نمیدونه وزلا چی هست. وزلا نمیدونی چیه؟ آقا ببود، وزلا یک شیپور بسیار بزرگ است که شما در آن میدمی، فوت میکنی. میدونی چقدر فشار میاره به نخ آدم؟ اصلا همه اینا رو بذار کنار، میدونی شما اونجا چقدر باید موج مکزیکی بزنی؟ میدونی اینو؟ پنجاج شما همه جا میزنه بخی مخیت وار میشه. آقا برای چی بیخود شلوغش میکنیم برادر من؟ اگه خدای نکرده قرار باشه که من عمل کنم، خب هفته دیگه عمل میکنم. جام جهانی هم که آخر خرداد. تو نمیدونی تاریخ حدودی زایمان من همون موقع است؟
میخوای منو ول کنی به امان خدا بری اونجا چی میگن؟ وضولو بزنی؟ آقا بچه ایتر من کار ندارم که شکر خدا این دو نفر که از دور خارج شدن. هما جان، هما بابا بیا یه دقیقه اون مدارک و پاسپورت اینا رو بیار تبرید این بده، فردا بره فدراسیون تکلیف ما رو روشن کنه، اسما رو برداره جابجا کنه. یواشتر بابا، خوابیده چی شده؟ یه سوء تفاهمی شده هما خانم. آقا نخی، شما میدونی که برزیل رفتن یه شرایطی داره، همجور علیکی نیست که. من گفتم علیکیه؟ نه علیکی، شما الان فکر میکنی علیکی، یه شرایطی داره. حتی برزیل که خیلی هم اروپا محسوب نمیشه یه شرایطی داره، همجور علیکی نیست. شما سر تا بندازی پایین برید داخل برزیل بشی که. شرایطش چیه مثلا؟ شرایطش مثلا یک، این که شما باید پاسپورت داشته باشی. پاسپورت داره. دو، این که شما باید انگلیسی بلد باشی. بلدم؟ نه در حد من، ولی خب به اندازه رفع حاجت باید بلد باشی دیگه. بلدم یعنی هما بلده. هما هست. و بعد شما باید پول داشته باشی، فرهنگ خارج رفتن باید داشته باشی، یعنی شما قبلا خارج رفته باشی. میدونی شما بیدی اونور نماینده ایران هستی، همه چشمشون به شما هست. باید لایسنس یورو 4 داشته باشی که ویزا رو راحت‌تر میدن به آدم، به شما علیکی که نمیدن که. بنابراین من خواهشی که ازت دارم اینه که خیلی سنگین رنگی خودت بکش کنار، مثل جنتلمن. برای چی شلوغش میکنین برادر من؟ اسم من تو اون بلیط آقا شما دارین با هم دیگه کلکل میکنین که چی بشه آقا؟ چرا عصبی میشید؟ دارن شوخی میکنن، بخندن. آقا شوخیش هم زشته فاهم جان، این حرفه؟ خیلی خوب بابا، همه خندیدیم، سر به سرش نذارین دیگه. عمو جان باید گریه کرد به حال این فوتبال که کسایی رو داره میبره جام جهانی که لگد به گربه تا حالا نزدن. این آدم ها رو بعد مثل توپ فوتبال شوکی. که به سوزنی دیدی آخر؟ آخ دست در نکنه. بالاخره نگفتی ارسطو میشه با تریلی بریم؟ با تریلی؟ 18 چرخ بریم مشهد؟ نه بیبی نه، میدونی از اینجا تا اونجا 1000 کیلومتره، بعدش هم از چند روز این وره تا چند روز اون وره اید جده های توریستی بسته است، ماشین سنگین نمیتونن برن. این هم دروغ مصلحتیه؟ نه دروغ مصلحتی نیست، چه مصلحتی بهتر و بالاتر از این که من تو رو خوشحال کنم. اصلا آدم دروغ میگه برای اینکه طرفش ناراحت نشه، مثل هما خانم دروغ گفت، گفت ما غذا خوردیم برای اینکه نقیشو ناراحت نشه، مثل سورپرایز دیگه. ولی من اصلا از سورپرایز فیلم عروسی تو خوشحال نشدم، به خاطر اینکه همه نگران آقای بهبود بودم. من هیچ نگفتم. ولی الان راست بگو این قضیهش چی بود؟ رایل جان گیر دادی. ببین رایل خانم، من تا قبل از شما یه آدمایی بودم که میخواستم باشون ازدواج کنم، ولی رفتیم جلوتر، بعد من فکر میکردم که اینا آدم زندگی هستن، ولی دیدم نه اینا آدم زندگی نیستن، ازدواج نکردیم، جدا شدیم. یعنی با همه اونا تا مرحله بلوتوث پیشرفت کردی؟ مرحله بلوتوث؟ نه، ما حتی مرحله مسیج هم نرسیدیم، سری دیدیم آدم زندگی نیست، جدا شدیم. تا این آخرش که رسید و مرحله مراسم که حتی عقدم نکردیم ما. خیلی خوب، عقدم نکردی، چرا ما لباس داماد پوشیده بودی؟ نه اون لباس داماد پوشیده بودم برای اینکه برای ظاهری بود، ظاهری سوری بود، عقد سوری بود برای مردم علی‌آباد سیتی شهر من، که من به اینا بگم که آقا من ارسطو داره ازدواج میکنه، میدونی؟ ولی ازدواجی نبود. تو وسط عروسی فهمیدی که زن زندگیت نیست؟ آره فهمیدم زن زندگی من نیست دیگه، جدا شدیم دیگه. تو اون بلوتوث رو کامل ندیدی، بذار من بهت نشون بدم این بلوتوث رو. بذار اینجا بوده، تو این بود؟ آره تو این موبایل بود. بیا ببین، چقدر شاد بودی ها؟ این هم سپرایز بود؟ نه این واقعی بود. واقعی بود؟ واقعی بود. عروس مرد؟ عروس نه عروس نمرد، هیچ کس نمرد، چند نفر زخمی شدن، بعد یه مدت حالشون خوب شد، ما فهمیدیم که ما آدم همدیگه نیستیم، اصلا دیگه جدا شدیم، تا اینکه خداوند تو رو در مسیر من قرار داد. ولی فکر میکنی من زن زندگیت هستم؟ بله زن زندگی من راحل خانم، من نمیتونم خیلی حرفای قلمبه سرم به عاشقانه حرف بزنم، کلا سن فرانم دی جماعت نمیتونن عاشقانه حرف بزنن، شاید پشت ماشینشون عاشقانه شعر مینویسن ولی نمیتونن حرف بزنن. من توی آدمایی که میخواستم باشون ازدواج کنم واقعیت اینه که عشق نبود، ولی توی رابطه با شما عشق هست. اونا شاید لایک بوده ولی لوف نبوده. خب باشه، اگر قول بدی
دیگه هیچ وقت به من دروغ نگو. من برات یه سرپرایز دیگه دارم. سرپرایز؟ نه نه جان مادر، نه الان آخر شبیه حوصله‌شو نداریم، بعدم اینکه همسایه خیلی گیر سر صدا کنیم. نه سرپرایز جان مادر، سرپرایز نه 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 ترس، سرپرایز اینه. ما خانم به من ماکرونی داد، گفتش بری بیرون بخور. او یس ماکرونی. آخ آخ عروس خاله ببخشینا ببخشینا، عروسو ببخشینا، من چی منتظر شدم که لیلی و مجنون تشریف بیارن تو مسکه، حرفاتو زیاد طولانی شد، خیلی ببخشید. من گفتم توهی نشه، فقط بیام یه شب بخیر عرض کنم و با اجازتون برم بخوابم. من فردا شبت بخیر. من داشتم می اومدم تو. خواهش میکنم. راهل خانم ببخشید ببخشید. راهل خانم آقا ماکرونی کجا میبری آخه؟ الو 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 قربان تو قربان تو. نه دیگه، یک شنبه دو شنبه شروع میشه. آقا مامانه بگو وقت ساعت تحویل ما رو دعا کنه دیگه. های قربان تو، لطف کردی لطف کردی، ممنونم ممنون، خدا حافظ. کی بود؟ با کی حرف میزد؟ علی. علی کدوم علی؟ علی پروینینا. چی میگفت؟ مردم لطف دارن دیگه، معلوم نیست کدوم شیپای خورده ای برداشته تلفن زده و همه خبر داده که من انتخاب شدم برای جام جهانی. حالا یه اسمس پشت اسمس، یه تلفن 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 تلفن. نقی جان. جان مردم همینقدر که محبت دارن توقع هم دارن. من تو هنوز یک کیلو کم نکردی داری از حال میری. مگه میشه آدم از صبح تا شب هیچی نخوره، تمرین کنه، کشتی هم بگیره؟ میشه واقعا؟ ما جان یعنی من اگه به لحاظ روی روانی تامین باشم، هیچ کس جلودار من نیست. من اینو به تو قول میدم. الان به لحاظ روحی روانی خوبی؟ بله عالی. چرا باید باشم؟ شما کنار من هستی، تو دو دخترای من این فرشته گرفتن اینجا خوابیدن، سالم سر حالیم، چرا باید باشم؟ فقط به غیر از این چی؟ چیزه میگم اگه قهرمون شم این 10,000 دلار به من بدن. تو رو خدا الان داری بهش فکر میکنی واقعا؟ نه ماما جان، حقیقتش اینه که من به خاطر وطنم کشتی میگیرم، دوست دارم پرچم مملکتم ببرم بالا، ولی قبول کن اگه این 10,000 دلار به من بدن میدونی من چه کار میکنم؟ اول از همه خونه رو برمیدارم درست میکنم، بعد این پیلویت رو برمیدارم، آشپزخونه شما رو ردیف میکنم برای شما، یه ماشین میخرم میندازم زیر پام. میندازم زیر پات. از اون بر میرم برزیل و میام. آه برزیل هم میری؟ برزیل هم باید با این برم دیگه، گناه داره دیگه. برزیل میرم میام شعبه دو آشپزخونه سالونی کار مشهد رو اندازی میکنیم که همونجا بابا یه پاش اینجا باشه یه پاش اونجا، بره پابوس امام رضا قشنگ راحت برای خودش. جهیزی این دوتا دختر رو برمیدارم جور میکنم، یه باشگاه کشتی رو میندازم. نخی جان خوبی واقعا؟ نه راستش نه، خیلی خستم. خوب نیستی؟ پرت و پلا میگی. نقشه یه چیز بیارم بخوری. نه همون جان نه، یه لیوان شیر همون جان، یه چیز کوچک، یه لیوان آب میگم، یه قطره آب میخوام بخورم، بعد با اون همه این کنم. تو میگی یه لیوان شیر بردارم بخورم، من میخوابم همون جان، خیلی خستم. من آب میگه خواستی بخوری باید با من همه این کنی، تو داری میگی که شیر بیارم بخوری، دست درد. صدای چی بود؟ گیتر بیاتا شما خجالت نمی کشید؟ ها؟ کار دو خوره بون شدم، شما شام نخوردی؟ چرا آقا؟ شما میوه نخوردی؟ چرا آقا؟ شما شیرنی نخوردی؟ بله دیگه آقا، من فردا باید نشسته باشم، اینه که گفتم یکم تابندی بکنم برای آزمایش فردا. تابندی بکنی؟ تا در اون شکم؟ ای نخی آخه شما فردا پس فردا پس اون فردا عمل داری. اون دکتر بدبخت بیچاره چیجوری مخلدانی همه چربی ساشمره بگیری بکشه بیرون؟ نخی جان آقا عکس داره، عکس امورال داره، نقی جان عکس رادیولوژی داره، با چش که نمیخواد در بیاد از عکس نگاه میکنه در میاره ساج منه. آقا ولکن این ببین، این خودش وقتی نمیتونه بخوره چش نداره، ببین دیگران هم میخورن. استو آقا من نمیخورم، بیا
بیام برین آقا، بیام برین، فردا 1000 تا کار داریم، بیام من فقط یه تیکه آخرش بخورم. کار داریم؟ چی کار داریم آقا؟ فردا من که میرم کشتی، شما که باید بری آزمایش، شما هم یه دستی به سر و گوش این خونه باید بکشیم. تو برو، ما میایم دیگه، تاشه برو نخی، برو نگاه نکن. ما اومدیم آقا، بیاییم، بیاییم تو برای خریدت بیاییم. ما معذرت بفرمایید، من یه دستشویی میتونم برم؟ برو دستشویی، برو ببینم، برو زود بیا داداشی، داداشی برو ببین چی کار میکنه، پشت در وایسی چی کار میکنه، برو دلا. چی کار میکنه؟ ببخشی این چیه؟ به جان مادرم نم خوردی؟ چی؟ آقایه چی کار میکردی؟ به جان مادرم میشکنی نم برو دنبالش میگه کجا میره، برو دنبالش میگه کجا میره، نظر آب آب بخوره، بدو معطلش نکن. آروم داداشی من ایش که بیا بکشم اشینا برو بلا آروم سه و هشتت دیادی برو برو بری برو سه و هشتت دیادی آقا برو بینا آقا خاله بینم یه خاله بینم خیلی خوب خیلی خوب دو دیویز اراده داشته باش تموم شد 6 کیلو بوده شد دو دیویز یه تکو میگه تمومه برو پایی بینم یه داره با دونش بسم الله الرحمن الرحیم جناب عرض سلام حسن خوش خدمت همیانان عزیز این جناب نبی محمودی اصلی ترکی از من هیچ کی نیست من بیا بالا بیا بکشاره بیا بالا بیا بابا جون خیلی عالی باری چند خیلی خوب خوبه 1700